دوستان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من مهران خانجان هستم، مدرس دوره آموزش ارزهای دیجیتال. این دوره که دارید ملاحظه می‌فرمایید به شکل عمومی و به صورت رایگان در اختیار وبسایت فراچارت قرار گرفته و امیدوارم که برای شما مفید باشه. خب رسیدیم به مهمترین بخش از این دوره آموزشی، یعنی آموزش صرافی بایننس. همونطوری که میدونید در حال حاضر مرسوم ترین روش خرید فروش ارزهای دیجیتال معامله در صرافی ها هستش. شما اینجا لیستی از 10 تا صرافی برتر در کل جهان رو دارید مشاهده میکنید. در رتبه اول صرافی بایننس قرار گرفته. همونطور که ملاحظه میفرمایید بایننس بهترین صرافی ارز دیجیتال در دنیا هست، چه از لحاظ حجم معاملات و چه از لحاظ زیرساخت بسیار قدرتمندی که داره و چه از لحاظ تعداد کاربران بسیار زیادی که داره. در رتبه بعدی هم صرافی هواوی هست. در رتبه سوم هم صرافی کوین بیس قرار گرفته. دقت داشته باشید که این صرافی کوین بیس یک صرافی آمریکایی هست و خب قوانین سختگیرانه‌ای برای معامله توی اون هست، ولی صرافی بایننس قوانین سختگیرانه‌ای نداره و شما میتونید بدون احراز هویت هم تا روزانه 2 تا بیت کوین رو انتقال بدید. اما صرافی بایننس در سال 2017 میلادی تأسیس شده، الان روزانه نزدیک به 25 میلیارد دلار حجم تبادلات مالی این صرافی هست و بعد از اینکه برای بحث قوانین و مقررات با کشورهای چین و ژاپن به مشکل برخورد، دفتر اصلی خودش رو به کشور مالت انتقال داد. الان چیزی نزدیک به 15 میلیون کاربر داره که خب عدد بسیار قابل توجهی محسوب میشه. این صرافی یک زیرساخت بسیار قدرتمندی هم ایجاد کرده و برای خودش یک کوینی رو ایجاد کرده به نام BNB. مدیر عامل این صرافی آقای ژائو هست. اکانت توییتر ایشون رو حتما دنبال بکنید، من اینجا براتون نوشتم. این اکانت توییتر آقای ژائو هست. چون که ایشون جزو افراد تاثیرگذار در حوزه ارزهای دیجیتال هست و همچنین اگر که خبری در مورد صرافی بایننس باشه و یا مثلا کوین این صرافی یعنی BNB خبر خاصی داشته باشه، حتما ایشون در صفحه توییتر خودش اعلام خواهد کرد. پس حتما ایشون رو در توییتر دنبال بکنید. حالا چرا ما اصلا اینقدر اصرار میکنیم که از صرافی بایننس استفاده بکنیم؟ اول چون که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در دنیا هست و حجم معاملات بسیار بالا و تعداد کاربران بسیار زیادی داره. مورد بعدی این که دقت داشته باشید که ما در ایران تحت تحریم هستیم و شما برای اینکه بتونید در یک صرافی کار بکنید باید حتما در اون صرافی احراز هویت بکنید. اما خوشبختانه بایننس این اجازه رو به ما میده که تا روزانه 2 تا بیت کوین رو بتونیم بدون احراز هویت انتقال بدیم. خب میگم مزیت خیلی بزرگی محسوب میشه. الان 2 بیت کوین میشه حدوداً 100,000 دلار، یعنی حدوداً 3 میلیارد تومان روزانه شما میتونید برداشت بکنید بدون اینکه هیچ احراز هویتی نیاز داشته باشید. دقت کنید که واریزی هیچ محدودیتی نداره، فقط برداشت محدودیت داره و هر چقدر دلتون بخواد میتونید واریز بکنید، ولی در برداشت کردن محدودیت وجود داره. و مورد بعدی هم این که بعضی از توکن هایی که قبلا در بایننس وجود نداشتن وقتی که در بایننس اصطلاحا لیست میشن، یعنی در فهرست ارزهای دیجیتال صرافی بایننس قرار میگیرن، با افزایش قیمت چشمگیری مواجه میشن. به طور مثال ممکنه که 10 برابر هم رشد بکنن. خب ما میتونیم بیایم و از این موقعیت بسیار مناسب استفاده بکنیم و سودهای بسیار خوبی رو به دست بیاریم. خب قبل از اینکه بریم به سراغ بحث ثبت نام در بایننس، باید دو تا نکته خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این که به دلیل اینکه بایننس کشور ایران رو تحریم کرده، ما برای اتصال به صرافی باید از یک VPN با IPS ثابت و یا از یک سرور مجازی VPS استفاده بکنیم. در صورتی که بایننس متوجه بشه که شما از ایران هستید، حسابتون رو بلاک میکنه و کل پولهای شما بلاک میشه. پس لطفاً دقت داشته باشید که این موضوع خیلی مهمه. اما بعد از اینکه نرم افزار مربوطه رو نصب کردیم، باید ساعت کامپیوتر خودمون رو هم به ساعت یک کشور مجاز تغییر بدیم. به طور مثال من خودم اومدم و ساعت سیستم خودم رو به کشور فرانسه تغییر دادم، به خاطر اینکه فرانسه کشور مجاز هست و از این بابت مشکلی وجود نداره. دقت کنید که اگر میخواین از نرم افزار موبایل بایننس استفاده بکنید، حتما جی پی اس خودتون رو خاموش بکنید و ساعت موبایل رو هم باید به کشور مجاز مثل کشور فرانسه یا مثلا کشور امارات تغییر بدید. کلا پیشنهاد بنده این هستش که از موبایل استفاده نکنید و تا اونجایی که میتونید و امکان داره از کامپیوتر برای اتصال به بایننس استفاده بکنید.
به دلیل اینکه استفاده از کامپیوتر ریسک کمتری داره و احتمال اینکه بایننس اینو متوجه بشه خیلی پایین هست. ما واقعا توی چند سال اخیر که داریم با بایننس کار میکنیم تا الان نگرانی خاصی نداشتیم و تا الان بلاک شدن نداشتیم و اگر که مسائل امنیتی رو رعایت بکنید دیگه با خیال راحت میتونید در بایننس کارتون رو انجام بدید. خب در مرحله بعدی بریم به سراغ ثبت نام در صرافی بایننس. شما برای اینکه بخواید در بایننس ثبت نام بکنید فقط نیاز دارید به یک ایمیل و با استفاده از اون میتونید این کار رو انجام بدید. فقط دقت داشته باشید که حتما باید به ایمیلتون دسترسی داشته باشید، چون که مرتبا برای شما ایمیل های مختلفی ارسال میشه از طریق بایننس و باید کد های مختلفی رو از طریق ایمیلتون در حساب بایننس وارد بکنید. خب برای ثبت نام در بایننس میریم و وارد این وبسایت میشیم. آدرس صرافی هست www.binance.com. لطفا دقت داشته باشید که اشتباه وارد نکنید، چون که اگر اشتباه وارد کنید وارد سایت هایی میشید که کلاهبرداری هستن و قطعا ضرر میکنید. پس دقت داشته باشید که حتما همین عبارت رو داخل مرورگر خودتون تایپ بکنید و وارد همین وبسایت بشید و یه موقع خدای نکرده این رو اشتباه وارد نکنید که خیلی ضرر میکنید. بسیار خب، من اومدم و وی پی ان خودم رو وصل کردم و بعد اومدم وارد وبسایت binance.com شدم و برای اینکه بخوام تو این سایت ثبت نام بکنم میام و برای دکمه رجیستر از اینجا کلیک میکنم. خب به ما اینجا میگه میتونیم از طریق موبایل و یا از طریق ایمیل اینجا ثبت نام بکنیم. همونطور که بهتون گفتم ما چون که تحت تحریم هستیم به هیچ وجه با موبایل ثبت نام نکنید و حتما از طریق یک ایمیل کار ثبت نامتون رو انجام بدید. خب میام و در بخش بالای ایمیلم رو وارد میکنم، در بخش پایین هم میام و پسورد خودم رو وارد میکنم. دقت داشته باشید که یک پسورد طولانی رو انتخاب بکنید و حداقل باید 8 کاراکتر باشه این پسورد شما و بعد هم باید بیاین و این گزینه I have read رو بزنید. این تیکش رو باید روشن بکنید و بعد هم برای گزینه create account باید کلیک بکنید. شما هر بار که میخواین وارد بایننس بشید به شما یک پازلی نشون میده که شما باید بیاین و این پازل رو حل بکنید برای اینکه مطمئن بشه که شما ربات نیستید. پس بیاین و این دکمه زرد رنگ رو انتخابش بکنید، درگش بکنید به موستون و به سمت راست بکشیدش و بیاین در بخش مربوطه قرارش بدید. خب در مرحله بعدی میگه من برای شما یک ایمیل ارسال کردم و کدی رو داخل ایمیل برای شما ارسال کرده. بیاین و اون کد رو اینجا وارد بکنید. خب بعد که کد رو وارد کردم به شکلی اتوماتیک من رو وارد این صفحه کرد. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید داره بخش دیپوزیت رو به من نشون میده. دیپوزیت در زبان انگلیسی به معنای همون واریز هست. من در ادامه کار در مورد دیپوزیت به طور کامل صحبت خواهم کرد. میام و برای دکمه گو تو داشبورد از اینجا کلیک میکنم تا وارد صفحه داشبورد بایننس بشم. ملاحظه می‌فرمایید که این صفحه اصلی بایننس هست. من در ویدیوهای بعدی در مورد بخش‌های مختلف این صفحه به طور مفصل صحبت خواهم کرد. در این بخش باید بریم و موارد امنیتی رو برای حساب خودمون در صرافی بایننس فعال بکنیم. دقت داشته باشید که شما میخواین بیاین و سرمایه خودتون رو در این سایت قرار بدید، پس باید موارد امنیتی که بهتون میگم رو با دقت انجام بدید تا خدای نکرده با ضرر سنگین مواجه نشید. برای فعال کردن موارد امنیتی میتونید 3 کار رو انجام بدید. من تک تک اینها رو بررسی خواهم کرد. مشابه با همون رمز پویایی که در کارت بانکی وجود داره، در ارزهای دیجیتال هم ما میتونیم بیایم و یک رمز یک بار مصرف رو برای خودمون فعال بکنیم. ما میتونیم بیایم و شناسایی دو عاملی رو برای حساب بایننس هم فعال بکنیم. برای اینکه بخوایم بیایم و شناسایی دو عاملی رو فعال بکنیم، باید بیایم و نرم افزار گوگل اوتنتیکیتور رو از کافه بازار یا گوگل پلی دانلود بکنیم و یا اگر که از سیستم عامل iOS دارین استفاده میکنید، باید این نرم افزار رو از طریق اپ استور دانلود بکنید. پس بیایم و این عبارت گوگل اوتنتیکیتور رو، این عبارت رو بیایم و داخل کافه بازار یا گوگل پلی سرچ بکنید و این نرم افزار رو دانلود و نصب بکنید. بعد که نرم افزار رو نصب کردید، اگر که دفعه اول هست که این رو نصب میکنید، باید برای دکمه بگین از اینجا کلیک بکنید و وارد این صفحه بشید. خب بار اولی که وارد این صفحه میشید قطعا یک صفحه خالی رو میبینید، ولی اگر که قبلا از این استفاده کرده باشید خب ممکنه که کدهایی رو اینجا به شما نشون بده. در مرحله بعدی باید بریم و این دکمه که اینجا قرار گرفته، این دکمه به علاوه رو از اینجا براش کلیک بکنیم و در بایننس بیاییم و این کد مربوطه رو اسکن بکنیم. خب من میام داخل بخش بایننس خودم، داخل بخش داشبورد، حتما در مرحله بعدی بگم و برای این آیکون کلیک بکنید و برای اکانت جیمیلتون از اینجا کلیک بکنید. بعد که روی این کلیک کردید شما رو وارد صفحه داشبورد میکنید، هم صفحه که دارید ملاحظه میفرمایید. با موس میرم روی این آیکون و در مرحله بعدی میرم در بخش سکیوریتی و روی این کلیک میکنم. وقتی که وارد این بخش
امنیت یا همون سکیوریتی شدید، اینجا یک آپشنی هست به نام گوگل اوتنتیکیشن. بیاین بر روی این گزینه کلیک بکنید و این روشنش بکنید. این صفحه برای شما باز میشه. داخل این صفحه اول گفته که بیاین و این نرم افزار مربوطه رو دانلود بکنید. خب قبلا دانلودش کردیم. بعد در روی دکمه نکست از اینجا کلیک میکنید. در مرحله بعدی باید بیاین و با استفاده از نرم افزار خودتون، با استفاده از موبایل خودتون بیاین و این QR کد رو اسکن بکنید. دقت داشته باشید که میاین و بر روی این دکمه به علاوه از اینجا کلیک میکنید، بعد برای شما یک صفحه ای رو باز میکنه که با استفاده از موبایلتون باید بیاین و اون کد رو اسکن بکنید. در مرحله بعدی باید بیاین و با استفاده از موبایلتون این کد رو از اینجا اسکن بکنید. خب بعد که این رو با استفاده از موبایلتون اسکن کردید، بیاین و بر روی دکمه نکست از اینجا کلیک بکنید. در مرحله بعدی به شما یک کد ریکاوری نشون میده، چون که ممکنه یک موقع نرم افزار شما از روی موبایلتون پاک بشه، شما نیاز دارید تا بیاین و یک کد ریکاوری داشته باشید که بتونید نرم افزار رو دوباره بازیابی بکنید. پس لطفاً دقت بکنید که بیاین و این کد ریکاوری رو در یک جای امن یادداشتش بکنید و این رو حتما نگهداری بکنید. من اومدم و این کد رو در یک جا یادداشتش کردم و بعد که این کارو انجام دادم، میام و برای دکمه نکست از اینجا کلیک میکنم. در صفحه بعدی به شما دو تا باکس رو اینجا نشون میده. باکس اول مربوط به کدی هستش که به ایمیل شما میفرسته و باکس بعدی هم مربوط به نرم افزار گوگل اوتنتیکیتور هستش. پس اول میام برای دکمه سند از اینجا کلیک بکنید. وقتی این کار انجام دادید، برای شما یک کدی رو به ایمیلتون ارسال میکنه. پس بیاین و اون کد رو از ایمیل بخونید و اینجا بنویسیدش. من کد رو اینجا نوشتم، این کد رو به ایمیل من ارسال کرده بود و در باکس پایینی هم باید بیام و همون کدی که داخل نرم افزار اوتنتیکیتور هست رو اینجا وارد بکنم و بعد هم برای دکمه سابمیت از اینجا کلیک میکنم. خب بعد برمیگرده به صفحه اصلی همون سکیوریتی یا همون امنیت، بعد من میگه که شما اومدید و این رو فعالش کردید. خب من اگر الان برم و از اکانت خودم خارج بشم، میام اینجا و از بخش لاگین دوباره وارد اکانت بایننس خودم میشم. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، هر بار که میخواین وارد بایننس بشید باید بیاین و این پازل رو حل بکنید. پس من این پازل رو حلش میکنم. ملاحظه میفرمایید که در بخش بعدی به من میگه که حتما باید بیای و اون کد اوتنتیکیتور رو اینجا وارد بکنی. اول میام اینجا برای دکمه سند کلیک میکنم، برای من یک ایمیل میفرسته که داخل این ایمیل کدی هست که باید بیام و کد رو اینجا وارد بکنم. کد نرم افزار گوگل اوتنتیکیتور رو اینجا وارد میکنم و برای دکمه سابمیت کلیک میکنم. میبینید که الان وارد حساب بایننس من شد. دقت داشتید که قبل از اینکه وارد این صفحه بشه از من کد یک بار مصرف رو میخواست تا حتما وارد بکنم و بعد بتونم وارد این صفحه بشم. دقت داشته باشید که شما بعد اینکه بخواید بیاین و اون کد رو اینجا وارد بکنید در بخش مربوطه، فقط 20 ثانیه زمان دارید و هر 20 ثانیه یک بار اون کد نرم افزار اوتنتیکیتور دوباره ساخته میشه و یک کد دیگه رو به شما نشون میده. پس فقط 20 ثانیه وقت دارید تا بیاین و این کد رو اینجا وارد بکنید. شما اگر بیاین و از این نرم افزار استفاده بکنید، احتمالی که حساب شما هک بشه خیلی خیلی پایین میاد، به خاطر اینکه حتی اگر نام کاربری و رمز عبور شما هم لو بره و هکرها اینها رو داشته باشن، باز هم نمیتونن وارد حساب شما بشن، به خاطر اینکه علاوه بر نام کاربری و رمز عبور نیاز به یک رمز یک بار مصرفی هم دارن که داخل این نرم افزار هستش. اما مورد بعدی که باید فعالش بکنیم بحث آنتی فیشینگ هست. ببینید دوستان، زمانی که هکرها تلاش میکنن که نام کاربری و رمز عبور شما رو به دست بیارن، یعنی نام کاربری و رمز عبور شما رو بدزدن، به این فرایند میگن فیشینگ. در مرحله بعد میان و برای شما یک ایمیل تقلبی رو ارسال میکنن و وانمود میکنن که از سمت بایننس این ایمیل ارسال شده. بعد به شما یک صفحه ای رو پیشنهاد میدن و از شما میخوان که اطلاعات خودتون رو در اون صفحه وارد بکنید و اینطوری میان و به نام کاربری و رمز عبور شما دسترسی پیدا میکنند. خب برای اینکه مورد حملات فیشینگ قرار نگیریم و مطمئن باشیم که هر ایمیلی که برای ما ارسال میشه حتما از طرف بایننس هست و هیچ هکری اون ایمیل رو ارسال نکرده، باید بیان و یک عبارت منحصر به فرد رو انتخاب بکنیم و اون رو به بایننس معرفی میکنیم. اون عبارت منحصر به فرد رو به بایننس معرفی میکنیم، بعد بایننس در هر ایمیلی که به ما ارسال میکنه اون عبارت رو برای ما میفرسته و ما مطمئن میشیم که حتما اون ایمیل از طرف بایننس برای ما ارسال شده. به طور مثال من میام و این عبارت رو انتخاب میکنم به عنوان عبارت منحصر به فرد خودم. دقت داشته باشید که این عبارت مخصوص به خود شما هست و هر کسی باید برای خودش یک عبارتی رو انتخاب بکنه. من اومدم و این عبارت رو اینجا برای خودم انتخاب کردم. در بخش بعدی میام و وارد صفحه امنیت بایننس میشم. برای آیکون از اینجا کلیک میکنم و بعد وارد بخش سکیوریتی میشم. در این صفحه که وارد شدم، در این بخش نوشته که آنتی فیشینگ کد، میام و برای دکمه اینیبل از اینجا کلیک میکنم.
در اینجا میام برای دکمه کریت آنتی فیشینگ کد از اینجا کلیک میکنم. خب میگه که یک عبارت 4 حرفی تا حداکثر 20 حرفی رو برای من وارد بکنید. من میام و این عبارت رو از اینجا کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. دقت داشته باشید که این عبارت مخصوص به هر کسی هست و شما لطفاً این رو وارد نکنید و برای خودتون یک عبارتی رو انتخاب بکنید و اینجا واردش بکنید. و بعدم برای دکمه سابمیت از اینجا کلیک میکنم. در مرحله بعدی به من میگه که بیا و کد اون نرم افزار شناسایی دو عامل رو اینجا وارد بکن. ملاحظه میفرمایید که بعد که من کد رو وارد کردم، من رو وارد این صفحه آنتی فیشینگ کرد و میگه شما الان این رو فعالش کردید. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ من اگر برم داخل ایمیل های خودم، این صفحه ایمیل های من هست. خب من اگر بیام یه ایمیلی رو باز بکنم، میبینید که الان داخل ایمیل برای من هیچ کدی رو اینجا ارسال نکرده. این ایمیل رو من قبل از اینکه من بحث آنتی فیشینگ رو فعال بکنم، این ایمیل مال قبلش هست. ملاحظه میفرمایید که هیچ عبارت اینجا برای من ننوشته. خب بعد از اینکه من آنتی فیشینگ رو فعال کردم، بعد از اون هر ایمیلی که از سمت بایننس برای من ارسال بشه، اون کد آنتی فیشینگ هم داخل اون نوشته شده. من اگر بیام ایمیل رو باز بکنم اینجا، ملاحظه میفرمایید که در هر ایمیلی که برای من ارسال میشه، اون کد رو برای من اینجا نوشته. در حقیقت این کدی هستش که من خودم انتخابش کردم و مطمئن هستم که این ایمیل حتما از سمت بایننس برای من ارسال شده. دقت داشته باشید که هر موقعی که بایننس برای شما ایمیل ارسال کرد، حتما این بالا این رو اول چک بکنید که این درست باشه و بعد اطلاعات مربوطه رو براش وارد بکنید. در مرحله بعدی میتونیم بریم و یک لیست سفید هم ایجاد بکنیم. ما زمانی که میخوایم بیایم و از بایننس برداشت بکنیم، باید آدرس یک کیف پول رو به بایننس معرفی بکنیم تا مثلا اون میزان ارز دیجیتالی که میخوایم رو به حساب ما واریز بکنه. خب ما اگر بخوایم از کیف پول ثابت مثل کیف پول سخت افزاری استفاده بکنیم، همیشه آدرس کیف پول ما ثابت هست و ما میتونیم بیایم و اون آدرس ثابت رو به بایننس معرفی بکنیم و اون رو در لیست سفیدمون قرار بدیم. در این حالت هر موقعی که خواستیم بیایم و برداشت بکنیم، فقط و فقط به همون آدرسی که معرفی کردیم اون عمل برداشت رو برای ما انجام میده و به هیچ وجه از طریق آدرس دیگری برای ما ارز دیجیتال رو برداشت نمیکنه. من برای اینکه بیام و بخش وایت لیست یا همون لیست سفید رو هم فعالش بکنم، میام در بخش سکیوریتی یا همون امنیت. در این بخش نوشته که آدرس منیجمنت، میام بر روی این دکمه وایت لیست آف کلیک میکنم تا این روشن بشه. بعد اینجا برای دکمه ترن آن از اینجا کلیک میکنم. بعد که کد مربوطه رو وارد کردم، به من میگه که الان وایت لیست شما روشن شده. خب بعد میام برای دکمه منیج از اینجا کلیک میکنم. بعد میام برای دکمه اد ویدرال آدرس از اینجا کلیک میکنم. در مرحله بعدی میگه که بیا و کوین خودت رو انتخاب کن. به طور مثال من میگم که اگر میخوام تتر برداشت بکنم، میام از اینجا یو اس تی تی رو سرچ میکنم. به طور مثال میگم که من اگر خواستم بیام و تتر برداشت بکنم، فقط و فقط به همین آدرسی که اینجا بهت معرفی میکنم تتر رو واریز بکن و به هیچ آدرس دیگه این رو واریز نکن. من میرم وارد کیف پول خودم میشم و آدرس تتر خودم رو از اونجا برمیدارم و اینجا قرارش میدم. این دقیقا آدرس ریسیو تتر من در نرم افزار تراست والت هستش و به در بخش بالایی هم میام و یک نامی رو اینجا براش انتخاب میکنم. به طور مثال میگم که ABC و بعد هم برای دکمه سابمیت از اینجا کلیک میکنم. ملاحظه میفرمایید که بعد از کد مربوطه رو وارد کردم، اومد و این آدرس رو برای من در لیست سفید قرار داد. از این به بعد من اگر بخوام بیام و تترم رو برداشت بکنم، فقط و فقط به همین آدرس برای من این رو ارسال میکنه و به هیچ آدرس دیگه اجازه نمیده که من بخوام تترم رو ارسال بکنم. به طور مثال شما اگر که بیاین و از کیف پول سخت افزاری استفاده بکنید و فقط به همین آدرس ارسال بکنه براتون، میتونید بیاین و این کار رو اینجا انجام بدید. یک بخش دیگری هم داریم که توی این بخش شما میتونید بیاین و ببینید که چه دستگاه‌هایی با چه مشخصاتی وارد حساب کاربری شما در صرافی بایننس شدن. در این حالا میتونید بیاین و اگر تمایل داشتید دستگاهایی که دلتون نمیخواد رو، دستگاهایی که ناشناس هستن رو حذف بکنید و فقط اون دستگاهایی که متعلق به شما هست رو انتخاب بکنید که بتونن به حساب شما دسترسی داشته باشن. به این بخش میگن دیوایس منیجمنت که من الان روی سایتمون رو بهتون نشون میدم. خب بیاین وارد صفحه امنیت بایننس بشید. در مرحله بعدی بیاین و در بخش پایین سایت نوشته که دیوایس منیجمنت، بیاین برای دکمه منیج از اینجا کلیک بکنید. ملاحظه میفرمایید که به من داره نشون میده که من اومدم و با استفاده از مرورگر اپرا و با استفاده از سیستم عامل ویندوز داخل اکانت خودم لاگین کردم.
به طور مثال فرض بکنید که اینجا یک سخت افزاری باشه، مثلا یک موبایلی باشه که من نمیخوام با استفاده از اون وارد بایننس بشم. میام و برای دکمه دیلیت از اینجا کلیک میکنم و بعد که برای دکمه کلیک کردم دیگه اون سخت افزار و موبایل یا اون کامپیوتر دیگه امکان دسترسی به اکانت من رو نداره و دیگه نمیتونه با استفاده از اون سخت افزار وارد اکانت من بشه. و آخرین نکته که در مورد بحث امنیت هست این هستش که لطفاً دقت داشته باشید که بحث فعالسازی SMS رو شما اصلاً فعالش نکنید، به خاطر اینکه اگر متوجه بشن که از سمت ایران هستید قطعاً حساب شما رو بلاک میکنن. پس به هیچ وجه شما این بخش رو فعال نکنید. توی این بخش بریم به سراغ بحث واریز و برداشت ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس. بحث واریز و برداشت خیلی مهمه و ما اگر بخوایم معامله در بایننس رو شروع بکنیم اول باید بتونیم بیایم و ارز دیجیتال خودمون رو به بایننس انتقال بدیم. برای اینکه شما بیشتر با این بحث آشنا بشید من اول میخوام براتون یک مثالی بزنم از سیستم بانکی خودمون، همون سیستم بانکی سنتی که داریم هر روز از اون استفاده میکنیم و بعد وارد بحث واریز و برداشت میشیم. خب فرض بکنید که میخوام 1,000,000 تومان رو به روش کارت به کارت به یک نفر دیگه انتقال بدیم. برای اینکه بخوایم بیایم و این کار رو انجام بدیم و پول رو به حساب اون شخص انتقال بدیم روش های مختلفی داریم. ما میتونیم بیایم و پول رو از طریق بانک ملی و یا مثلا از طریق بانک تجارت و یا بانک های دیگه بیایم این انتقال رو انجام بدیم، درسته؟ پس شما برای کارت به کارت کردن روش های مختلفی دارید که میتونید از اون روش ها استفاده بکنید. اما سوال خیلی مهم اینه که شما اگر بخواید بیاین و برای یک نفر کارت به کارت انجام بدید، اولین سوالی که از طرف مقابل میپرسید چیه؟ ازش میپرسید که تو اصلا توی کدوم بانک حساب داری. در مرحله بعد میرین و شماره کارت اون شخص رو میگیرین و پول رو به حساب اون واریز میکنیم. در ارزهای دیجیتال هم دقیقاً به همین صورت هست و شما برای انتقال یک ارز دیجیتال روش های مختلفی رو پیش روتون دارید. برای اینکه بخوایم بیایم و ارزهای دیجیتال رو انتقال بدیم راه حل های مختلفی داریم. مثلا میتونیم بیایم و از شبکه ترون استفاده بکنیم و یا مثلا بیایم و از شبکه بایننس و یا از شبکه اتریوم و یا حتی از شبکه خود تتر استفاده بکنیم. تفاوت همه اینها در کارمزدی هستش که باید پرداخت بکنید. به طور مثال اگر بخوام بیایم و از بستر اتریوم برای انتقال تتر استفاده بکنیم باید کارمزد بیشتری رو پرداخت بکنیم نسبت به حالتی که بیایم و از شبکه ترون استفاده بکنیم. در حال حاضر ارزان‌ترین روش انتقال با استفاده از شبکه ترون هستش. برای اینکه بخوام بریم و کار واریز رو انجام بدیم بعد از اینکه وارد صفحه بایننس شدید بیاین در بخش والت و برای دکمه فیات ان اثبات از اینجا کلیک بکنید. این صفحه که الان داخلش هستیم عملا همون صفحه والت ها یا هم کیف پول های صرافی بایننس هست. ما برای اینکه بخوام بیام و یک میزان ارز دیجیتالی رو به این بایننس واریز بکنیم باید بیایم و از دکمه دیپوزیت از اینجا استفاده بکنیم. پس من میام و برای دکمه دیپوزیت از اینجا کلیک میکنم. این صفحه دیپوزیت یا همون واریز هست. باید بیام و برای سرمایه کریپتو از اینجا کلیک بکنیم و در مرحله بعدی باید بریم و از این بخش سمت چپ اون ارز دیجیتالی که میخوایم واریز بکنیم رو انتخاب بکنیم. به طور مثال من میخوام بیام و تتر رو انتقال بدم، پس میام از اینجا سرچ میکنم USDT و برای دکمه تتر از اینجا کلیک میکنم. ملاحظه میفرمایید که در سمت مقصد که همون صرافی بایننس هست ما میتونیم بیایم و از 5 تا شبکه استفاده بکنیم. شبکه بایننس، دوباره شبکه بایننس، شبکه اتریوم، اومنی و ترون. اما یه نکته دیگه ای هم هست، بعضی وقتا بعضی از ارزهای دیجیتال هستن که اگر بخوام اونها رو انتقالشون بدیم هم نیاز به آدرس داریم هم نیاز به یک کد داریم به اسم کد ممو یا همون تگ هم بهش میگن. پس دقت داشته باشید که موقع برداشت یا واریز اون ارز دیجیتال شما چند تا آدرس داره. بعضی وقتا یه آدرس داره مثل تتر یه آدرس داشت، ولی بعضی وقتا مثل کوین BNB هستش که این کوین های BNB هم آدرس اصلی دارن و هم یک کد دارن به اسم کد ممو یا همون تگ. شما هم باید بیاین و آدرس BNB رو وارد بکنید هم باید بیاین و این تگ رو هم وارد بکنید. اما یک سوالی که خیلی مطرح میشه این هستش که آیا ما میتونیم بیاین و ریال رو هم به بایننس واریز بکنیم؟ باید بهتون بگم که خب به خاطر بحث تحریم ها این امکان برای ما وجود نداره و ما نمیتونیم بیاین و ریال خودمون رو به بایننس واریز بکنیم. ما مجبور هستیم که بیاین و از صرافی‌های داخلی برای تبدیل ریال به ارز دیجیتال استفاده بکنیم. به طور مثال میایین و ریال رو تبدیل میکنیم به تتر و در مرحله بعدی میایم و تتر خودمون رو به صرافی بایننس انتقال میدیم و کار معامله رو اینجا انجام میدیم.
برعکس این هم هست، یعنی که ما زمانی که بخوام بیایم و ارز دیجیتال رو تبدیل بکنیم به ریال، اول میایم اون رو از بایننس مثلا به شکل تتر انتقالش میدیم و در مرحله بعدی میایم و اون رو تبدیل به ریال میکنیم و به حساب ریالی خودمون واریزش میکنیم. توی این ویدیو بریم به سراغ بحث برداشت ارزهای دیجیتال، چون که موضوع خیلی مهمی است. قبلا در مورد این اسلاید صحبت کردیم، خدمتتون عرض کردم که ما اگر بخوام میایم و مثلا تتر رو برداشت بکنیم میتونیم از راههای مختلف استفاده بکنیم. میتونیم بیایم از شبکه ترون استفاده بکنیم، میتونیم از شبکه بایننس استفاده بکنیم، میتونیم از شبکه اتریوم و یا خود شبکه تتر هم میتونیم استفاده بکنیم. ولی خب موضوع مهم این هستش که شبکه مبدا و مقصد هر دوتا باید بیان و از این شبکه ها پشتیبانی بکنن، هم موقع برداشت و هم موقع واریز. باید این دو تا سوال رو از خودمون بپرسیم که سوال اول این هستش که کیف پول مبدا من داره از کدوم شبکه ها پشتیبانی میکنه، و دومین سوال همین هستش که کیف پول مقصد من داره از کدوم شبکه ها پشتیبانی میکنه. به طور مثال من الان میخوام بیام و یک میزان تتر رو از صرافی بایننس برداشت بکنم، پس مبدا من میشه بایننس. من در صرافی بایننس در مبدا چه آپشن هایی رو دارم، چه شبکه هایی رو دارم؟ من اینجا 4 تا شبکه رو دارم، شبکه اتریوم رو دارم، شبکه ترون رو دارم، شبکه بایننس و شبکه اومنی. دقیقاً شبکه هایی هستش که من میتونم از اون استفاده بکنم. برای اینکه بخوام میه و عملیات برداشت رو انجام بدیم، اول میریم و برای دکمه والت از اینجا کلیک میکنیم و بعد هم میام برای دکمه فیات ان اثبات از اینجا کلیک میکنم. در مرحله بعدی میام و برای دکمه ویدرا از اینجا کلیک میکنم. واژه ویدرا دقیقاً به معنای برداشت هستش. در بخش بعدی میام و برای دکمه کریپتو از اینجا کلیک میکنم و میام در بخش بعدی اون ارز دیجیتالی که میخوام انتقال بدم رو انتخاب میکنم. به طور مثال من میخوام میام و تتر رو انتقال بدم، پس میام اینجا سرچ میکنم USDT، تتر رو انتخاب میکنم. خب من الان نزدیک به 400 تتر موجود دارم. میام اینجا در بخش بالا بعد بیام و آدرس تتر خودم رو وارد بکنم و در بخش پایینی هم باید انتخاب بکنم که میخوام از کدوم شبکه استفاده بکنم. آدرس رو اینجا پیست میکنم. خب چون که از شبکه ترون دارم استفاده میکنم، باید بیام و کارمز ترون رو از اینجا انتخاب بکنم. پس میام شبکه ترون با نماد TRX رو انتخاب میکنم. کلا هر موقعی که الگوریتم ما TRC20 باشه، به این معنی هستش که اومدیم و از شبکه ترون داریم استفاده میکنیم. در مرحله بعدی هم میام و بر دکمه ماکس از اینجا کلیک میکنم، چون میخوام کل موجودیم رو انتقال بدم، و بعد هم برای دکمه سابمیت از اینجا کلیک میکنم. در قدم بعدی باید بیام و بر دکمه سند از اینجا کلیک بکنیم. برای ما یک کد رو ارسال میکنه به ایمیل ما. میام و اون کدی که برای ما ارسال کرده رو اینجا وارد میکنم و بعد همون عبارت امنیتی که رمز یک بار مصرف هست رو اینجا وارد میکنم و بعد برای دکمه سابمیت از اینجا کلیک میکنم. بعد که بر روی دکمه سابمیت کلیک کردید، در همین صفحه ویدرا که بیاین، در بخش پایین این صفحه دقیقاً به شما نشون میده که تو الان چه میزان پولی رو به کدوم حساب ها واریز کردید. عملا اینجا یک تاریخچه ای هست از واریز ها و همچنین برداشت های شما. این تاریخچه واریز و برداشت در بخش دیپازیت هم وجود داره. من اگر بیام در بخش دیپازیت اینجا کلیک بکنم، بیام در بخش پایین صفحه، ملاحظه میفرمایید که یک تاریخچه ای از واریز های من رو داره اینجا بهم نشون میده. حدودا بعد از چند دقیقه اون میزان تتری که من برداشت کردم به حساب من واریز میشه. پس باز هم تکرار میکنم، شما هر موقعی که خواستید عملیات واریز و برداشت رو انجام بدید در هر ارز دیجیتالی فرق نمیکنه، حتما باید بیاین و اول این دو سوال رو با خودتون مطرح بکنید. اولین سوال این هستش که کیف پول مبدا از کدوم شبکه ها پشتیبانی میکنه، و سوال بعدی هم این هستش که کیف پول مقصد از کدوم شبکه ها داره پشتیبانی میکنه، و اون موارد اشتراکی که وجود داره رو میتونیم ما اینجا استفاده بکنیم. توی این ویدیو میخوام در رابطه با کیف پول ها یا همون والت صرافی بایننس صحبت بکنم. من اگر بخوام بیام و وارد والت یا هم کیف پول صرافی بایننس بشم، اول باید بیام وارد وبسایت بایننس بشم و در مرحله بعد باید داخل صرافی لاگین بکنم. زمانی که داخل صرافی لاگین کردید، اگر که وارد صفحه اصلی سایت بشید، این بالا نوشته والت، بیاین بر روی کلیک بکنید و بر روی دکمه فیات ان اثبات از اینجا کلیک بکنید. زمانی که برای دکمه کلیک کردید، شما رو وارد این صفحه میکنه، یک لیستی از کل توکن ها یا کل کوین هایی که در صرافی بایننس داره پشتیبانی میشه، شما همه رو میتونید اینجا ملاحظه بفرمایید. اگر که شما واریزی داشته باشید به یکی از توکن های این صرافی، قطعا میبینید که در اینجا براتون نوشته. به طور مثال ادا رو شما 74 تا عدد از ادا موجود دارید. زمانی که شما از یک توکن یا کوین موجودی داشته باشید، در این حالت اون رو برای شما میاره بالای لیست قرار میده و به ترتیب ارزشی که اونها دارن برای شما اینها رو لیست میکنه. همونطور که ملاحظه میفرمایید چند تا دکمه اینجا قرار گرفته که میتونید با استفاده از این
اینها بیاین و کار ترید یا واریز یا برداشت رو انجام بدید. قبلا خدمتتون عرض کردم که برای بحث واریز میتونیم از دکمه دیپوزیت استفاده بکنیم و برای بحث برداشت هم میتونیم از دکمه ویدرا از اینجا استفاده بکنیم. بخش بعدی که خیلی مهمه بخش داشبورد صرافی بایننس هست. اگر بیاین بر روی این آیکون هاور بکنید به موس خودتون و بیاین بر روی جیمیل خودتون کلیک بکنید، شما رو وارد بخش داشبورد میکنه. زمانی که وارد بخش داشبورد شدی دقیقاً میاد و یک آمار کلی از توکن ها و کوین هایی که شما موجود دارید رو بهتون نشون میده. همچنین در بخش سمت راست اگر که پروژه جدیدی بیاد و در صرافی بایننس بخواد به شکل رایگان توزیع بشه، حتما در بخش دیستریبیوشن شما میتونید اون رو مشاهده بکنید. در سمت چپ هم میتونم بیام و مواردی که لاگین کردم داخل اکانت خودم در بایننس رو اینجا مشاهده بکنم. در این باکس میتونم بیام و موارد امنیتی رو بررسی بکنم که کدوم رو فعال کردم و کدوم رو فعال نکردم. در این بخش هم میاد و کارمزدهایی که شما قرار پرداخت بکنید رو به شما نشون میده. لطفاً دقت داشته باشید که بعدن که وارد بحث معامله کردن در صرافی بایننس شدیم، شما اگر بیاین و در صفحه داشبورد خودتون بیاین تیک این گزینه رو بزنید، چه اتفاقی میفته؟ در این حالت میاد و کارمزدهای شما رو از کوین بی ام بی پرداخت میکنه و اگر که شما بی ام بی موجود داشته باشید، کارمزدهاتون رو با بی ام بی پرداخت میکنه و در این حالت 25% هم بهتون تخفیف میده. ملاحظه میفرمایید که در حالت عادی کارمزد خرید فروش در صرافی بایننس 0.75% هست، چه برای خریداران چه برای فروشندگان. و اگر شما بیاین و یک مقداری از کوین بی ام بی رو اینجا موجود داشته باشید داخل حساب خودتون و بیا این تیک رو هم روشن بکنید از اینجا، اون موقع است که کارمزد معاملات شما به بی ام بی برداشت میشه و همچنین به شما 25% هم تخفیف میده. یعنی اینکه اگر شما بیاین و بی ام بی رو موجود داشته باشید، کارمزد شما تبدیل میشه به 56% خب این پلن خیلی جذابی هست، میتونید بیاین و این کارو انجام بدید و کارمزد خودتون رو به میزان خیلی زیادی کاهش بدید. در مرحله بعدی باید بریم و این ارزهای دیجیتالی که به صرافی بایننس انتقال دادیم رو باهاشون معامله بکنیم و سرمایه خودمون رو افزایش بدیم. برای اینکه بخوایم خرید فروش ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس رو شروع بکنیم، باید بدونیم که ما در بایننس به سه روش مختلف میتونیم معاملات خودمون رو انجام بدیم. روش اول روش اسپات هست، روش دوم مارجین هست و روش سوم هم فیوچرز. خب به دلیل اینکه هر کدوم از این روش‌ها نکات خاص خودشون رو دارن، ما در ادامه دوره تک تک اینها رو بررسی خواهیم کرد. لطفاً دقت داشته باشید که این سه روش کاملا از همدیگه جدا هستن و هیچ ربطی به همدیگه ندارن. در روش اول که بهش میگیم اثبات، تمامی سرمایه‌ای که برای معامله استفاده میشه توسط خود سرمایه گذار تامین میشه. مثلا اگر که شما بیاین و 100 دلار تتر رو به بایننس انتقال بدید، در این حالت فقط با همون 100 دلاری که انتقال دادید میتونید بیاین و معاملات خودتون رو انجام بدید و بیشتر از اون 100 دلار دیگه نمیتونید وارد معامله بکنید. اما بخش دوم بخش مارجین هست. در این بخش شما میتونید بیاین و از صرافی بایننس قرض بگیرید. به طور مثال اگر بیاین و 100 دلار تتر به بایننس واریز بکنید و مثلا بیاین و 200 دلار هم از بایننس قرض بگیرید، در این حالت سرمایه شما میشه 300 دلار. در حقیقت شما میتونید بیاین و تا 10 برابر سرمایه اولیه خودتون رو از بایننس قرض بگیرید. به همین دلیل هستش که روش مارجین بسیار در بین معامله‌گران محبوب هست و خیلی از این روش استفاده میکنن. یه حالت سومی هم هست به نام فیوچرز. خب زمانی که شما در حالت اثبات معامله میکردید، بعد از اینکه شما خریدتون رو انجام میدادید، ارز دیجیتال از حساب فروشنده به حساب خریدار منتقل میشد، درسته؟ اما در معاملات فیوچرز یک قراردادی بین خریدار و فروشنده بسته میشه و در زمان معامله هیچ ارز دیجیتالی به حساب شخص واریز نمیشه. حالا این قرارداد میتونه زماندار باشه یا مثلا میتونه زماندار هم نباشه. در این حالت هم شما میتونید بیاین و از صرافی قرض بگیرید و دلیل جذابیت این بخش این هستش که شما میتونید تا 125 برابر سرمایه اولیه خودتون رو از صرافی قرض بگیرید. لطفاً دقت داشته باشید که تمامی واریزها و برداشت هایی که در ویدیوهای قبلی در موردشون صحبت کردم، اینا همگی
به شکل پیش‌فرض در بخش اسپات انجام میشن و اگر شما بخواید که در بخش مارجین یا فیوچرز فعالیت داشته باشید، حتما باید اول از بخش اسپات پول خودتون رو به بخش مارجین و فیوچرز انتقال بدید و بعد میتونید معاملات خودتون رو انجام بدید. اما بریم به سراغ بخش اسپات و اون رو دقیق‌تر بررسی بکنیم. همطور که خدمتتون عرض کردم، در بخش اسپات ما وقتی که یک مبلغی رو وارد بخش اسپات میکنیم، فقط میتونیم معادل با همون مبلغی که وارد کردیم رو خرید بکنیم و هیچ پولی از سمت صرافی به ما قرض داده نمیشه و همه بودجه لازم برای خرید رو ما خودمون داریم تامین میکنیم. به طور مثال شما اگر که بیاین و 2000 دلار رو وارد صرافی بکنید و فرض بکنیم که قیمت هر اتریوم هم 2000 دلار باشه، در این حالت شما میتونید بیاین و یه اتریوم رو خریداری بکنید. بعد از اینکه شما این اتریوم رو خریداری کردید، دقیقاً اون یک اتریوم از فروشنده به شما که خریدار هستید در حساب بایننستون منتقل میشه و بلافاصله بعد از انجام خرید این انتقال انجام میشه. دقت داشته باشید که ما در روش اسپات و مارجین میتونیم بیایم و به 4 روش مختلف سفارشات خودمون رو ثبت بکنیم. روش اول روش لیمیت هست، روش بعدی روش مارکت هست که باز هم در مورد صحبت کردیم ولی توی این ویدیو هم به طور کامل در مورد صحبت خواهیم کرد. روش سوم روش استاپ لیمیت هست و روش چهارم هم روش اوسیا. خب ما تک تک اینها رو بررسی خواهیم کرد و در موردشون صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه بریم و وارد بحث سفارشات بشیم، اجازه بدید که یک جمع‌بندی در مورد صرافی بایننس انجام بدم. ببینید کلا صرافی بایننس 3 تا روش برای خرید فروش داره که گفتم روش اسپات هست، روش مارجین هست و روش فیوچرز. خب حالا توی هر کدوم از اینها ما میتونیم بیایم و به روش‌های مختلف سفارشات خودمون رو ثبت بکنیم. به طور مثال در روش اثبات با این 4 روش میشه سفارش ثبت کرد، در روش مارجین به این 4 روش میشه سفارش ثبت کرد و در فیوچرز هم به این 5 روش میتونیم سفارش خودمون رو ثبت بکنیم. این هم بخش‌های دیگر صرافی بایننس هست که در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد. اولین نوع سفارشی که باید بررسی بکنیم سفارش لیمیت هست. خب همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، صرافی بایننس یک پلتفرم معاملاتی هست و خریدار رو به فروشنده متصل میکنه. خب ما به عنوان خریدار میتونیم بیاییم و قیمت پیشنهادی خودمون رو بدیم و تعدادی فروشنده هم هستن که اگر قیمت ما با قیمت اون فروشندگان یکسان باشه اون معامله انجام میشه. به این نوع سفارش میگن سفارش لیمیت. حالا ما برای اینکه بتونیم بیایم و یک سفارش لیمیت رو ثبت بکنیم نیاز به 3 تا مورد داریم. اول اینکه ما میخوایم یک ارز دیجیتال رو، مثلا اتریوم رو، در چه قیمتی بخریم. مثلا من میخوام بیام و اتریوم رو در قیمت 1000 دلار بخرم. مورد بعدی این هستش که من میخوام به چه میزانی اتریوم بخرم. به طور مثال میخوام بیام و نیم اتریوم رو خریداری بکنم. و مورد آخرم این هستش که من اگر بخوام بیام و نیم اتریوم رو در قیمت 1000 دلار بخرم، حالا باید چقدر در حساب بایننس خودم پول داشته باشم. خب میام و نیم روزم داره 1000 میکنم میشه 500 دلار. پس من اگر بخوام بیام و نیم اتریوم رو در قیمت 1000 دلار خریداری بکنم، نیاز دارم تو در حساب بایننس خودم 500 دلار داشته باشم. بریم روی صرافی بایننس، من این رو بهتون نشون بدم. برای اینکه بخوام بیام و یک سفارش لیمیت رو ثبت بکنیم، اول میام وارد صفحه اصلی صرافی بایننس میشم، داخل اکانت خودم لاگین میکنم و بعد میرم در بخش ترید و برای دکمه ادوانس از اینجا کلیک میکنم. این صفحه اصلی ترید ما در صرافی بایننس هست. ملاحظه میکنید که این صفحه بخش‌های مختلفی داره، ما در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. اما زمانی که برای اولین بار وارد این صفحه میشید، میتونید بیاین و تنظیمات این صفحه رو مشخص بکنید. به طور مثال اگر بیاین و برای این دکمه خورشید که اینجا هست بیاین هاور بکنید، براتون یک صفحه‌ای رو باز میکنه اینجا. من خودم همیشه میام و برای حالت کلاسیک قرار میدم این صفحه رو. حالا میتونید برای حالت کلاسیک قرار بدید یا پرو یا فول اسکرین. حالا بستگی داره که اندازه مانیتور شما به چه میزانی باشه. من چون مانیتورم بزرگ هست، میام و برای حالت کلاسیک از اینجا قرار میدم. دقت داشته باشید که بین این حالت‌ها هیچ فرق خاصی وجود نداره و فقط چیدمان عناصر در این سه حالت فرق میکنه. خب من اومدم و این حالت رو برای کلاسیک قرارش دادم. من اگر بیام پایین‌تر، در سمت چپ در این باکس قرمز رنگ دقیقاً فروشنده‌هایی هستن که میان و قیمت پیشنهادی خودشون رو در صرافی بایننس ثبت میکنن. در بخش پایین‌تر در این باکس سبز رنگ خریدارانی هستن که میان و قیمت پیشنهادی خودشون رو برای خرید ثبت میکنن. در بخش وسطی صفحه هم خب همون چارت و کندل‌های
بیت کوین هست، در سمت راست میتونیم بیایم و از این قسمت بالا اون نماد خودمون رو سرچ بکنیم. به طور مثال من میام و مثلا نماد دات رو از اینجا سرچ میکنم، میبینید که تمام جفت ارزهایی که با دات هست رو به من نشون میده. در این باکس سمت راست که نوشته مارکت ترید، دقیقا نشون میده که در حال حاضر چه معاملاتی انجام شده و با چه میزانی معاملات انجام شده. یک بخش دیگری هم هست به اسم مارکت اکتیویتیز، من که روی این کلیک بکنم دقیقا معاملات بزرگی که در صرافی بایننس انجام میشه رو در این بخش به ما نشون میده. به طور مثال الان نشون میده که مثلا 2 بیت کوین رو یک نفر فروخته و سفارش بزرگی رو ثبت کرده. در بخش پایین هم که سفارشات باز ما قرار گرفته که حالا ما الان سفارش ثبت بکنیم، در این بخش رو بهتون نشون میدم. من الان میخوام بیام و در جفت ارز آداب USDT یک سفارشی رو ثبت بکنم. میام اینجا سرچ میکنم آدا، میبینید که جفت ارزایی که همشون داخلش آدا هست رو برام میاره. من میام و برای جفت ارز آدا USDT از اینجا کلیک میکنم. خب این چارت آدا هست. در بخش سفارشات که بیام ملاحظه میفرمایید که نوشته اسپات کراس 3x و ایزوله 10x. حالا ما در ادامه دوره در مورد کراس و ایزوله صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا میخوایم بیاییم و یک سفارش لیمیت رو برای اسپات ثبت بکنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم در بخش اسپات ما میتونیم بیاییم و به 4 روش مختلف سفارش ثبت بکنیم. یکی از این روش ها روش لیمیت هست و الان میخوام برم و یک سفارش لیمیت رو برای بخش اسپات ثبت بکنم. خب من الان میخوام بیام و یک سفارش خرید رو ثبت بکنم. ملاحظه میفرمایید که اینجا نوشته من الان 16 تتر در حسابم موجود دارم. بعد میام سروگ لیمیت رو انتخاب بکنم از اینجا و میخوام خریدم رو انجام بدم. خب به طور مثال من میخوام بیام و آدا رو در قیمت 1 دلار خریداری بکنم. پس این بالا میگم که میخوام آدا رو در قیمت 1 دلار بخرم. در این بخش میگه خب تو میخوای چند تا آدا بخری؟ به طور مثال میخوام بیام و 11 آدا رو خریداری بکنم. خب پس من اگر بخوام بیام و 11 آدا در قیمت 1 دلار بخرم، باید در حساب خودم حداقل 11 تتر یا 11 دلار موجود داشته باشم، که خب من الان 11 دلار رو موجود دارم. در مرحله بعدی میام و برای دکمه خرید آدا از اینجا کلیک میکنم. بعد که برای دکمه خرید کلیک کردم، میبینید که سفارشی که من ثبت کردم برای من اینجا قرار گرفته. میگه که شما اومدید و در این تاریخ در این جفت ارز آدا یک سفارش از نوع لیمیت رو ثبت کردید. سفارش شما از نوع خرید بوده و در این قیمت اومدید این سفارش رو ثبت کردید. در نوع سفارش لیمیت ما خودمون میاییم و قیمت پیشنهادیمون رو مشخص میکنیم و اگر فروشندهی متناسب با قیمت پیشنهادی موجود داشته باشه، در اون حالت میاد و برای ما معامله رو انجام میده. خب من چون میخوام در مرحله بعدی فروش رو به شما یاد بدم، میام اینو کنسلش میکنم از اینجا، سفارشم کنسل میکنم. میبینید که زمانی که سفارش کنسل شد، موجودی حساب من رو به همون میزان قبلی برمیگردونه. من الان میام یه قیمت رو اینجا ثبت میکنم که حتما معامله انجام بشه. میام و یک درخواستی رو برای 1 دلار 11 سنت قرار میدم. من برای اینکه حتما این معامله انجام بشه و آدا حتما برای من بخره، اومدم و برای قیمت 1 دلار 11 سنت یک سفارش رو ثبت کردم. ملاحظه کردید که در الان دقیقاً سفارش انجام شد و من الان به این میزان آدا دارم. بعد از اینکه سفارش ما انجام شد و خرید ما رو برای ما انجام داد، من میتونم بیام و مشاهده بکنم که من در چه قیمتی این رو خریداری کردم. میام در بخش اوردر هیستوری از اینجا کلیک میکنم. ملاحظه میفرمایید که در بخش اوردر هیستوری به من داره نشون میده که من آدا رو در چه قیمتی خرید کردم. میگه که شما در این قیمت تعداد 10 تا آدا رو خریداری کردید و در مجموع اینقدر دلار یا اینقدر تتر پرداخت کردید. وقتی میگه فیل شده، به این معنی هستش که این سفارش به طور کامل انجام شده. ولی وقتی میگه کنسل شده، یعنی که سفارش انجام نشده و شما اون رو به شکل دستی کنسلش کردید. حالا اگر بخواید بیاین و کل سفارشات خودتون رو مشاهده بکنید، یه راه حل دیگه هم داره. بیاین در بخش بالای صفحه نوشته که اوردرز، بیاین برای این اوردرز کلیک بکنید و برید در بخش اثبات اوردر و روی این صفحه کلیک بکنید. زمانی که برای اثبات اوردرز کلیک کردی، شما رو وارد این صفحه میکنه که 3 تا بخش داره. بخش سمت چپ نوشته اوپن اوردرز، که خب من در حال حاضر سفارش بازی ندارم. در بخش بعدی نوشته اوردر هیستوری، که اگر روی این کلیک بکنید دقیقا به شما نشون میده که چه سفارشاتی رو با چه قیمتی ثبت کردید. و یک بخش دیگر هم داره به اسم ترید هیستوری. خب حالا اون سفارشاتی که تبدیل شدن به یک ترید یا معامله، در این بخش به شما اونها رو نشون میده. ما در جلسات قبلی در مورد فرق بین اوردر و ترید صحبت کردیم. برعکس حالت خرید، ما حالت فروش هم داریم در سفارش لیمیت و میتونیم بیاییم و ارز دیجیتال خودمون رو بفروشیم.
دقیقا مشابه به حالت خرید ما باید ست سوال رو جواب بدیم. سوال اول این هستش که ما میخوایم ارز دیجیتال خودمون رو در چه قیمتی بفروشیم. به طور مثال من میخوام بیام و اتریوم رو در قیمت $1000 بفروشم. سوال بعدی این هستش که خب من چه میزان میخوام اتریوم بفروشم. به طور مثال من میخوام بیام و نیم اتریوم رو بفروشم. و بخش بعدی هم این هستش که خب من اگر بخوام نیم اتریوم رو بفروشم باید حتما به میزان نیم اتریوم در حساب خودم موجود داشته باشم تا بتونم کار فروش رو انجام بدم. پس لطفا دقت داشته باشید که هر موقع میخواین بیاین و یک سفارش لیمیت رو ثبت بکنید حتما باید به این سه تا سوال جواب بدید و بعد که به این سوالا جواب دادید بیاین و سفارش خودتون رو ثبت بکنید. دقیقا در حالت خرید هم به همین صورت بود. در حالت خرید سفارش لیمیت هم ما حتما باید بیاین و به این سه سوال جواب بدیم و بعد سفارش خودمون رو ثبت بکنیم. من میام داخل همون صفحه ترید خودم. خب من الان 10 تا آدا خریدم، درسته؟ میخوام میام و این 10 تا آدا رو بفروشم. پس میام در بخش اسپات، حتما روی این کلیک کنم که مطمئن بشم حتما اسپات هست. بعد در روی لیمیت کلیک میکنم از اینجا و بعد هم میام از این قسمت سل آدا از اینجا استفاده میکنم. حالا میخوام میام و آدا رو در چه قیمتی بفروشم؟ میام و اینجا مینویسم که به طور مثال میخوام در قیمت $1.11 این رو بفروشمش. در مرحله بعدی میخوام بگم که چند تا آدا میخوام بفروشم. به طور مثال میخوام میام و 10 آدا رو اینجا بفروشم. پس می‌نویسم 10. میگه که خب شما اگر بخوام بیاین و 10 آدا رو به این قیمت به فروش برسونید در نهایت به شما $11.12 تعلق میگیره و این مبلغ به حساب شما واریز میشه. من میام و این سفارش رو ثبت میکنم. میبینید که الان اومد و سفارش من رو انجام داد و اون میزان آدایی که من داشتم رو برای من فروخت. اگر بیام در بخش اوردر هیستوری ملاحظه می‌فرمایید که اومده و برای من این سفارش رو ثبت کرده و خب چون که سفارش به طور کامل انجام شده پس این تبدیل شده به یک ترید و به طور کامل پر شده و همچنین در لیست تریدهای من هم قرار گرفته. اما مورد بعدی که اینجا هست، اینجا یک غلطکی قرار گرفته. شما میتونید بیاین و این رو انتخابش بکنید و بگید که میخواین چند درصد از سرمایه خودتون رو بفروشید یا بخرید. به طور مثال من الان تو حساب خودم 74 تا آدا موجود دارم. به طور مثال من اگر بخوام و نصف این رو بفروشم، یه راه حلش این هستش که بگم و ضرب و تقسیم بکنم ببینم که نصف 74 چقدر میشه و اینجا بنویسمش. یه راه حلش این هستش که بگم و از این غلطک استفاده بکنم و بگم که من میخوام بیام و 50% حساب خودم رو به فروش برسونم. حالا 50% کل حساب من میشه چقدر؟ میشه 37.5. و یا به طور مثال میتونم بگم اینجا بگم که من الان توی حسابم $16 موجود دارم، میخوام بیام 25% این مبلغ رو آدا بخرم. یه راه حلش این هستش که بیام و این $16 رو ضرب در 25% بکنم، میشه $4، درسته؟ و اینجا بنویسم $4 برای من معامله انجام بشه. این یه روش هست. روش بعدی این هستش که این کار انجام ندم، محاسبات رو انجام ندم و بیام این غلطک رو بکشمش سمت راست، بذارمش روی 25%. ببینید که الان روی 25% هست و در این حالت خودش میگه که 25% از کل سرمایه تو میشه $4 و میتونه برای من خرید رو انجام بده. دقت هم داشته باشید که حداقل میزان خرید و فروش در صرافی بایننس $10 هست و شما کمتر از مقدار رو نمیتونید خرید فروش انجام بدید. نوع بعدی سفارش، سفارش مارکت که همون بازار هست. فرض بکنید که ما یک ارز دیجیتالی رو وارد صرافی بایننس کردیم و خب خیلی عجله داریم و میخوایم خیلی سریع ارز دیجیتال خودمون رو بخریم یا بفروشیم. در این حالت میتونیم بیایم و از سفارش مارکت استفاده بکنیم. وقتی که ما از سفارش مارکت استفاده میکنیم، خود صرافی میاد و قیمت رو برای ما تعیین میکنه و معامله رو با قیمتی خودش دلش میخواد انجام میده. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال خیلی بازار نوسانی هست و ممکنه که قیمت‌ها خیلی سریع تغییر بکنن، بنده شخصا بهتون پیشنهاد نمی‌کنم که بیاین و از این روش مارکت استفاده بکنید. پس دقت داشته باشید که بهترین روش خرید فروش در صرافی بایننس برای کسانی که حالا با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارن، بهترین روش خرید فروش روش لیمیت هست. البته این روش مارکت یه جایی هم کاربرد داره که حالا من در ادامه ویدیوها بهتون میگم. زمانی که می‌خوایم در بحث لیستینگ خرید فروش بکنیم، مجبور هستیم که از این مارکت استفاده بکنیم به خاطر اینکه قیمت‌ها اصلا مشخص نیست. حالا اون جای خاص خودشه که من در مورد صحبت خواهم کرد. در روش عادی من پیشنهاد می‌کنم که از این روش مارکت استفاده نکنید. خب بیام داخل بخش ترید و این روش ثبت سفارش مارکت رو بهتون نشون بدم. من اگر بیام پایین‌تر در بخش پایین بیام و گزینه اسپات رو از اینجا انتخاب می‌کنم، چون ما هنوز داخل اسپات هستیم، درسته؟
بخش اثبات رو انتخاب میکنم، بعد میام بخش مارکت رو انتخاب میکنم. ببینید که زمانی که بیام بخش مارکت رو انتخاب بکنید، دیگه باکس قیمت برای ما خاموش میشه و مینویسه مارکت و فقط میگه شما میخوای چند دلار خرید بکنی، فقط میخوای چقدر بخری، یه کاری نداره که شما با چه قیمتی میخواین خرید بکنید. پس من میام و مثلا اینجا مینویسم 11 دلار، من الان بهش میگم که من میخوام به اندازه 11 دلار آدا بخرم و دیگه کاری به قیمت ندارم، قیمت رو خود صرافی مشخص میکنه. پس میام و بر روی دکمه بای آدا از اینجا کلیک میکنم. ملاحظه میکنید که یک سفارش برای من ثبت کرد، بلا فاصله سفارش رو برای من انجام داد و برای من میزان آدا رو خریداری کرد. من اگر برم در بخش ترید هیستوری، به من میگه من برای شما 9.9 آدا خریداری کردم. دقیقا مثل همون بخش لیمیت در بخش مارکت هم میتونیم ما کار فروش رو انجام بدیم. میام مارکت رو از اینجا انتخاب میکنم، بعد میام از این بخش سل و اینجا هم میام و مینویسم میخوام 9.9 آدای خودم رو بفروشم و بعد هم برای دکمه سل آدا از اینجا کلیک میکنم. ملاحظه میکنید که خیلی سریع برام سفارش رو ثبت میکنه و سفارش رو اصطلاحا هم پر میکنه و تبدیلش میکنه به یک ترید و برای من این رو میفروشه. تا اینجای کار اومدیم و دو نوع سفارش لیمیت و همچنین سفارش مارکت رو با هم دیگه بررسی کردیم و حالا میخوایم بریم سراغ بخش استاپ لیمیت و OCO. این دو روش استاپ لیمیت و OCO برای افرادی هستش که تحلیل تکنیکال رو بلد هستن و اگر شما با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید احتمالاً یکم با مشکل مواجه بشید، ولی بنده سعی میکنم که همه چیز رو از پایه توضیح بدم. فرض بکنید که شما یه تحلیل انجام دادید با تحلیل تکنیکال، توی این تحلیل تصمیم گرفتید که وقتی که قیمت یک ارز دیجیتال به قیمت 9 دلار رسید، یعنی اینجا وقتی که قیمت یک ارز دیجیتال به 9 دلار رسید و 9 دلار رو رد کرد، در قیمت 10 دلار می‌خواین خرید بکنید. به طور مثال فرض بکنید که شما یک الگوی کف دوقلو رو مشاهده کردید و خب در الگوی کف دوقلو زمانی که خط گردن به سمت بالا شکسته میشه و خط گردن رو رد میکنه و بالای اون تثبیت میکنه، شما میتونید بیان و خرید خودتون رو انجام بدید. پس هدف ما این هستش که زمانی که قیمت از این خط گردن یعنی قیمت 9 دلار رد شد و به قیمت 10 دلار رسید، یک سفارش خرید برای ما ثبت بکنه و خرید برای ما انجام بده. در این حالت ما میایم و از سفارش استاپ لیمیت استفاده میکنیم. همونطور که از اسمش پیداست، این سفارش دو تا بخش مختلف داره، یه بخش استاپ داره و یه بخش لیمیت. در این حالت ما میایم و قیمت 9 دلار رو به عنوان استاپ در نظر میگیریم و قیمت 10 دلار رو به عنوان لیمیت در نظر میگیریم. زمانی که قیمت از 9 دلار که همون استاپ هست عبور کرد، در قیمت 10 دلار که همون لیمیت هست برای ما کار خرید رو انجام بده. دقت کنید که ما میگیم یک سفارش برای ما ثبت بکن و اینجا هنوز معامله ای انجام نشده و اگر با قیمت 10 دلار فروشنده وجود داشته باشه، اون وقت هستش که سفارش خرید ما تبدیل میشه به یک معامله و برای ما سفارش رو اصطلاحا پر میکنه یا انجامش میده. پس در نوع سفارش استاپ لیمیت منظور ما این هستش که اگر قیمت اون ارز دیجیتال به قیمت استاپ رسید و از اون قیمت بالاتر رفت، میخوایم بیاین و در قیمت لیمیت یک سفارشی رو ثبت بکنیم. شما هر موقع خواستین بیاین و یک سفارش استاپ لیمیت رو ثبت بکنید، بیاین و اول این جمله رو برای خودتون بنویسید و اگر این جمله رو به درستی بنویسید به زبان فارسی، میتونید بیاین و سفارش استاپ لیمیت رو به درستی ثبتش بکنید. فرض بکنید که الان قیمت یک ارز دیجیتال باشه 5 دلار و خب روند کلی بازار سعودی هست و قیمت داره همینطور بیشتر و بیشتر میشه. ما تحلیل کردیم و میخواییم زمانی که قیمت ارز دیجیتال از 9 دلار عبور کرد، بیاییم و در قیمت 10 دلار یه خرید رو انجام بدیم. پس میام و یک سفارش از نوع استاپ لیمیت قرار میدیم و بهش میگیم که اگر قیمت 9 دلار رو رد کرد و قیمت بیشتر از 9 دلار شد، بیا و در قیمت 10 دلار برای ما یک سفارش رو ثبت بکن. یعنی دیدگاه ما این هستش که زمانی که قیمتی 9 دلار رو رد کرد و به 10 دلار رسید، قطعا قیمتش از 10 دلار هم بیشتر میشه. به همین دلیل میایم و در 10 دلار یک سفارش خریدی رو ثبت میکنیم. من میام در بخش همون ترید خودم در صرافی بایننس از این باکس سمت راست میام و اون جفت ارز خودم رو سرچ میکنم و اون رو انتخابش میکنم. بعد میام در بخش پایین صفحه، ما هنوز در بخش اثبات هستیم، پس میام اثبات رو انتخاب میکنم و از نوع سفارش هم میام و سفارش استاپ لیمیت رو از اینجا انتخاب میکنم. ملاحظه میفرمایید که زمانی که بر روی این دکمه استاپ لیمیت از اینجا هاور میکنم با موس خودم، برای من یک باکسی باز میکنه که داخل اون باکس هم استاپ لیمیت هست هم OCO. حالا من در ادامه کار OCO رو هم خدمتتون توضیح خواهم داد. فعلا میرم سراغ بخش استاپ لیمیت، بر روی این کلیک میکنم.
ملاحظه می‌فرمایید که برای ثبت یک سفارش از نوع استاپ لیمیت ما باید بیایم و سه تا باکس رو اینجا پر بکنیم. باکس اولمون باکس استاپ هست، باکس دوم مخصوص لیمیت هست و باکس سوم هم مخصوص مقداری که می‌خوایم خرید بکنیم. به طور مثال فرض بکنیم من می‌خوام بیام و آدار خریداری بکنم، میام میگم که زمانی که قیمت آدا به 1 دلار 10 سنت رسید و از این مقدار بیشتر شد، بیا و در قیمت به طور مثال 1 دلار و 20 سنت برای من یک سفارشی رو ثبت بکن. و میخوام در اون سفارشی برای من ثبت میکنی چه میزان آدا رو میخوام بخرم؟ به طور مثال میخوام بیام و 11 آدا رو خریداری بکنم. پس اینجا من بهش گفتم که اگر قیمت آدا رشد کرد و رسید به قیمت 1 دلار و 10 سنت و بیشتر از این مقدار هم شد، بیا و در قیمت 1 دلار و 20 سنت برای من یک سفارشی رو ثبت بکن. و میخوام توی این سفارش هم برای من 11 تا آدا رو خریداری بکنی. من اگر بخوام این سفارش رو ثبت بکنم باید در حساب خودم 13 دلار و 20 سنت موجود داشته باشم. مشابه حالت خرید، ما حالت فروش رو هم برای سفارش استاپ لیمیت داریم. به طور مثال فرض بکنید که تحلیل کردید و میدونید که زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال از قیمت 10 دلار کمتر شد، میخواین در قیمت 9 دلار یک سفارش فروشی رو ثبت بکنید. مثلا ما اومدیم و الگوی سقف دوقلو رو مشاهده کردیم و میدونیم که زمانی که الگوی سقف دوقلو اتفاق میفته، اگر که قیمت بیاد و خط گردن خودش رو به سمت پایین بشکنه و پایین این خط تثبیت بکنه، اون موقع احتمالش خیلی زیاد هستش که بیاد و ریزش بیشتری رو تجربه بکنه. به همین علت میایم میگیم که زمانی که قیمت اون ارز دیجیتال به قیمت استاپ یا پایین‌تر از اون قیمت رسید، بیا و برای ما یک سفارشی رو در قیمت لیمیت، اون از اون سفارش فروش ثبت بکن. به طور مثال من الان خدمتتون عرض کردم که گفتم میخوام زمانی که قیمت من رسید به 10 دلار و یا کمتر از اون شد، بیا و در قیمت 9 دلار برای من یک سفارش فروشی رو ثبت بکن. به این معنی که وقتی که قیمت از 10 دلار عبور کرد و یا کمتر از اون شد، در قیمت 9 دلار برای من یک سفارشی رو ثبت بکن. دقت داشته باشید که این سفارشی که در قیمت 9 دلار برای ما ثبت میشه، این دقیقاً یک سفارش هست و هنوز معامله انجام نشده. حالا اگر که توی اون قیمت 9 دلار خریداری وجود داشته باشه، اون وقت هستش که میاد و سفارش ما رو به یک معامله تبدیل میکنه و معامله ما رو انجام میده. دقیقاً توی این عکس داری ملاحظه میفرمایید که برعکس حالت خرید، حالت فروش به این صورت هستش که میگیم که زمانی که قیمت داره کاهش پیدا میکنه، یعنی قیمت داره همینطور کمتر و کمتر میشه، زمانی که به قیمت 10 دلار رسید و کمتر از 10 دلار شد، بیا و برای ما در قیمت 9 دلار یک سفارش فروشی رو ثبت بکن. دقیقاً برعکس حالت خرید هستش. من میام داخل همون صفحه ترید در صرافی بایننس، میام در بخش پایین این صفحه، اول دقت داشته باشی که حتما باید بیاین و اسپات رو انتخاب بکنید، چون ما هنوز در بخش اسپات هستیم. بعد بیاین در بخش استاپ لیمیت و استاپ لیمیت رو انتخاب بکنید و بیاین در بخش سل آدا، از اینجا بیاین و توکن خودتون رو بفروشید. خب ما برای اینکه بخوایم و کار فروش رو انجام بدیم، مثلا به طور مثال میام میگم که اگر که قیمت آدا رسید به قیمت 1 دلار و قیمت از 1 دلار هم کمتر شد، در مرحله بعدی بیا و برای من یک سفارشی رو در قیمت 95 سنت ثبت بکن. و مثلا میخوام بیام و 11 آدا رو اینجا به فروش برسونم. دقیق داشته باش که در این حالت من پیش بینی این هستش که اگر قیمت به این عدد برسه، قطعا ریزش بیشتری رو تجربه خواهم کرد و روی این قیمتی سفارش رو ثبت بکنم، عملا بعد از اینکه سفارش تموم شد به من 10 دلار و 45 سنت تحویل میده و وارد حساب من میکنه. بعد میام برای دکمه سلاده از اینجا کلیک میکنم. ملاحظه میفرمایید که دقیقاً توی این سفارش که اینجا ثبت شده میگه که شما میخواین در این تاریخ در این جفت ارز آدا به USDT یک سفارش رو ثبت بکنین از نوع استاپ لیمیت که از نوع سل هم هست، زمانی که قیمت به 1 دلار رسید و از این قیمت کمتر شد، در قیمت 95 سنت میخوام 11 آدا رو به فروش برسونم. و اما نوع آخر سفارشی که داریم سفارش OCO هست که در حقیقت ترکیبی هستش از سفارش لیمیت و استاپ لیمیت. خب فرض بکنید که ما اومدیم و یک دونه بی ام بی داشتیم و میخوام بیام و این یک دونه بی ام بی خودمون رو تبدیل بکنیم به دوتا بی ام بی. در حال حاضر قیمت بی ام بی هستش 10 دلار و ما اگر بخوایم بیایم و این یک بی ام بی رو تبدیل بکنیم به دوتا بی ام بی، یک راه حلش این هستش که بیایم و در قیمت 10 دلار اون رو بفروشیم و بعد که قیمت ارزون شد و رسید به 5 دلار، بیایم و دوتا بی ام بی رو خریداری بکنیم. پس میخوام با استفاده از این روش بیایم و تعداد بی ام بی های خودمون رو افزایش بدیم.
حالا چی کار میکنیم؟ حالا میاییم و اون یه دونه BNB خودمون رو در قیمت $10 میفروشیم و به امید اینکه قیمت ارزون میشه و مثلا میرسه به $5 میاییم و این کار رو انجام میدیم. خب تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود نداره، اما ممکنه که قیمت برعکس بشه و به جای اینکه قیمت ارزون بشه و بشه $5 قیمت گرون میشه. خب زمانی که قیمت همینطور داره گرون میشه ما داریم ضرر میکنیم، به خاطر اینکه ما BNB های خودمون رو فروخته بودیم و انتظار داشتیم که ارزون بشه. پس حالا باید چیکار بکنیم؟ از این قانون استفاده میکنیم که هر جایی که جلوی ضرر رو بگیریم باز هم سود کردیم. پس میایم و حالا این بار چون که قیمت داره میره بالا و ما اشتباه کردیم و قیمت $11.10 این رو خرید میکنیم. پس میایم چیکار میکنیم؟ میایم و اون یه دونه BNB خودمون رو در این قیمت $10 میفروشیم و به امید اینکه قرار قیمت بیاد پایین و برسه به $5 این کار رو انجام میدیم. تا زمانی که قیمت $5 رسید بیایم و این بار دو تا BNB رو خرید بکنیم و تعداد BNB های خودمون رو افزایش بدیم. خب تا اینجا یک کار خیلی خوبه و هیچ مشکلی هم نداره، اما ممکنه که قیمت یه موقع برعکس بشه و به جای اینکه قیمت ارزون بشه این بار بیاد و قیمت گرونتر بشه، یعنی که ما اشتباه تحلیل کرده باشیم و قیمت بیشتر بشه. خب ما هر چقدر که قیمت بیشتر بشه داریم ضرر میکنیم، به خاطر اینکه ما الان BNB های خودمون رو فروختیم و تبدیل کردیم به USDT، درسته؟ پس در این حالت ما دیگه BNB نداریم و برخلاف تحلیلی که ما انجام دادیم و تحلیلمون اشتباه بوده، قیمت داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه و ما اینجا الان هیچ BNB هم نداریم و داریم ضرر میکنیم. خب حالا راه حل ما چیه؟ راه حل ما این هستش که از این قانون استفاده بکنیم که هر جایی که جلوی ضرر رو بگیری باز هم سود کردی. پس این بار میایم و در قیمت $11.10 یک سفارش خریدی رو ثبت میکنیم. همونطور که ملاحظه میفرمایید ما در قیمت $10 فروختیم و این ما داریم گرونتر میخریم و داریم عملا $1.10 ضرر میکنیم، درسته؟ ولی چون که بازار خیلی سعودی هست و ممکنه که حتی از این قیمت هم بیشتر بشه، پس میایم و در این قیمت با ضرر دوباره BNB خودمون رو میخریم. ما اینجا اومدیم و $1.10 ضرر کردیم، ولی اشکالی نداره، ضررمون کوچیک بوده و اگر که این کارو نمی کردیم و اینجا نمی خریدیم ممکن بود که مثلا قیمت برسه به $30 و اون وقت خیلی بیشتر ضرر می کردیم. پس ما در این حالت میایم و از سفارش OCO استفاده می کنیم که بتونیم بیایم و تمام این شرایطی خدمتتون عرض کردم رو مدیریت بکنیم. من میام در بخش ترید صرافی بایننس و میام در بخش پایین سایت، اینجا نوشته که استاپ لیمیت، برای این کلیک میکنم و یک باکسی باز میشه که داخل این باکس بخش پایینش نوشته OCO. میام بر روی این بخش OCO کلیک میکنم. از اینجا ملاحظه میفرمایید در بخش OCO ما این بار 4 تا باکس داریم، چون که این سفارش OCO یک ترکیبی هست از سفارش لیمیت و استاپ لیمیت. ما الان چی میگیم؟ ما میگیم که میخوایم آلا رو در قیمت مثلا 90 سنت خرید بکنیم. این به این معنی هستش که اگر که قیمت آدا به 90 سنت رسید برای ما مثلا بیا و 10 تا آدا رو خرید بکن. پس این بخش اول کار، یعنی که اگر قیمت ریزش پیدا کرد و رسید به 90 سنت برای ما توی این قیمت 90 سنت بیا و 10 تا آدا رو خرید بکن. اما سمت بالایی چی؟ یعنی که در سمت بالا هم باید بیایم و یک سقفی رو براش مشخص بکنیم. اگر که قیمت از این چیزی که الان هست، یعنی قیمت $1.11 بیشتر شد و مثلا رسید به قیمت $1.20، در این حالت بیا و برای ما در قیمت $1.25 باز هم برای ما اون ده تا آدا رو خرید بکن. ملاحظه می‌فرمایید که این دوتا باکس عملا برای این هستن که اگر یک موقع قیمت افت نکرد و به این قیمت نرسید و برعکس قیمت بیشتر شد، اون موقع زمانی که قیمت رسید به $1.20 در قیمت $1.25 بیایم و خرید خودمون رو انجام بدیم، چون که قیمت همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه و ما در تحلیل خودمون اشتباه کرده بودیم و همین علت میایم و حتی با ضرر هم باز همین رو خرید میکنیم. دقت داشته باشید که عملا ما اینجا دو تا سفارش داریم ثبت میکنیم. سفارش اول یک نوع سفارش لیمیت هست و سفارش دوم از نوع سفارش استاپ لیمیت. هر کدوم از اینها که زودتر اتفاق بیفته سفارش دومی لغو میشه. به طور مثال اگر که قیمت بیاد و بر روی 90 سنت برسه و خرید انجام بشه، دیگه این سفارش از نوع استاپ لیمیت ما کلا سفارش حذف میشه و فقط هم سفارش اول انجام میشه. و یا برعکس اگر که بیاد و قیمت به $1.20 برسه و این سفارش ما رو انجام بده در این قیمت، اون موقع دیگه سفارش لیمیت ما که همون سفارش 90 سنتی هست اون حذف میشه و دیگه برای ما اون کار رو انجام نمیده. پس من میام و اینجا این سفارش رو ثبت میکنم. ملاحظه میفرمایید که زمانی که اومدیم و سفارش از نوع OCO رو ثبت کردیم، برای ما اومد و دو تا سفارش رو ثبت کرد، یعنی که سفارش اول از نوع لیمیت هست و سفارش دوم از نوع استاپ لیمیت.
پس در سفارش OCO ما همزمان دارین دو تا سفارش رو به هم دیگه ثبت می‌کنیم. به این موضوع دقت داشته باشید. اگر که یکی از اینا انجام بشه، سفارش بعدی لغو میشه. در بخش اول گفتیم که اگر قیمت افت کرد و رسید به قیمت 90 سنت برای ما، بیا و 13 ادا رو بخر در اون قیمت، و اگر که قیمت زیاد شد و رسید به قیمت 1 دلار و 20 سنت، بیا و در قیمت 1 دلار و 25 سنت برای ما بیا و اون میزان 13 ادا رو برای ما خرید بکن. زمانی که ما تحلیل انجام دادیم و مطمئن هستیم که حالا بازار در یک بازه نوسان داره میکنه، میتونیم بیایم و از این روش OCO استفاده بکنیم. برعکس حالت خرید، ما حالت فروش رو هم برای سفارش OCO داریم. فرض بکنید که ما در حساب خودمون 10 تا تتر موجود داشته باشیم و میخوایم این 10 تتر رو تبدیل بکنیم به 20 تتر. خب یه راه حلش اینه هستش که بیایم و در قیمت پایین یک ارز دیجیتال رو بخریم و در قیمت بالا اون رو بفروشیم. مثلا میخوایم روی قیمت 10 دلار بخریم یک ارز دیجیتالی رو و در قیمت 20 دلار اون رو بفروشیم. خب در این حالت ما اومدیم و 10 دلار سود کردیم و سرمایه خودمون رو 10 دلار افزایش دادیم. پس حالت عالی برای ما این هستش که ما بیاییم و در قیمت 10 دلار یک ارز دیجیتالی رو بخریم و بعد که قیمت بیشتر شد در قیمت 20 دلار اون رو بفروشیمش. این بهترین حالتی هستش که میتونه برای ما اتفاق بیفته. اما همیشه در بازار حالت دومی هم وجود داره و ممکنه که این تحلیل ما اشتباه در بیاد و برعکس اینکه قیمت بره بالا، قیمت داره هر روز ارزون و ارزون تر میشه. وقتی که قیمت داره هر روز ارزون و ارزون تر میشه، در این حالت ما حتما مجبور هستیم که بیایم و این رو هم پیش بینی بکنیم و قیمت پایینتری رو هم برای این در نظر بگیریم. به طور مثال اگر که قیمت اومد پایینتر و رسید به قیمت 9 دلار، میام و در قیمت 8 دلار 90 سنت میام و یک سفارش فروشی رو ثبت میکنیم. زمانی که ما میایم و در قیمت 8 دلار 90 سنت کار فروش رو انجام میدیم، ما عملا داریم ضرر میکنیم. به اندازه 1 دلار و 10 سنت داریم ضرر میکنیم، ولی با توجه به اینکه قیمت هر روز داره کمتر و کمتر میشه، ما میایم و از این قانون استفاده میکنیم که هر جایی که جلوی ضرر رو بگیری باز هم سود کردی. پس میایم و با ضرر کوچیک از بازار خارج میشیم و اون ارز دیجیتال رو میفروشیم و تترهای خودمون رو پس میگیریم. من میام اینجا در بخش همون ترید خودم، میام در بخش سل آدا و میخوام یک سفارش OCO رو از اینجا ثبت بکنم. خب من میگم که اگر که قیمت آدا رسید مثلا به قیمت 1 دلار و 20 سنت، بیا و برای من کار فروش رو انجام بده. اما برعکس این حالت، اگر که پیشبینی من اشتباه بود و قیمت آدا همینطور داشت کمتر و کمتر میشد، اگر قیمت آدا رسید به طور مثال 90 سنت، بیا و در قیمت 85 سنت برای من کار فروش رو انجام بده. و در هر دو حالت میخوام بیایی و برای من 15 ادا رو به فروش برسونی. همطور که ملاحظه میفرمایید، زمانی که میایین و یک سفارش OCO رو ثبت میکنید، برای شما دو تا سفارش ثبت میشه که یک نوع از نوع سفارش لیمیت هست. به این معنی که ما گفتیم که زمانی که قیمت ادا رسید به 1 دلار و 20 سنت، برای ما کار فروش رو انجام بده به چه میزان؟ به 15 میزان ادا. و حالت بعدی هم وجود داره، این که اگر قیمت افت کرد و هر لحظه قیمت داشت کمتر و کمتر میشد، اگر قیمت به میزان 90 سنت رسید و از این مقدار کمتر شد، بیا و برای ما در قیمت 85 سنت کار فروش رو انجام بده و باستم به میزان 15 ادا برای ما کار فروش رو انجام بده. در صورتی که هر کدوم از سفارش ها ثبت بشه، سفارش بعدی لغو میشه و دیگه سفارش بعدی انجام نمیشه. برای ما بهترین حالت این هستش که سفارش اولی ثبت بشه، چون که ما اینجا بیشتر سود میکنیم. ولی میفرمایید که زمانی که سفارش اول ثبت میشه، ما 18 دلار رو به دست میاریم و خب سود خوبی میکنیم. اما اگر که قیمت بریزه و این سفارش پایینی ثبت بشه، خب ما ضرر میکنیم. ولی با توجه به اینکه بازار خیلی نوسانی هست و ممکنه که بیشتر ضرر بکنیم، میایم و با ضرر کم از بازار خارج میشیم و با 12 دلار هم میایم این کار رو انجام میدیم. اگر من بیام و سفارش OCO رو یکیش رو بیام لغو بکنم، هر دو سفارش با هم دیگه لغو میشن. ملاحظه میفرمایید که هر دو سفارش با هم دیگه لغو میشن، چون که اینها به هم دیگه وابسته هستن و هر کدوم که انجام بشه یا لغو بشه، اون دیگری هم انجام یا لغو میشه.